سلام و درود میفرستم به همه شما بینندگان تلویزیون کانال جدید و خصوصا مردم مبارز کردستان که امروز سه‌شنبه 10 بهمن 1402 برابر با 30 ژانویه 2024 رو با اعتصاب عمومی قدرتمندی علیه اعدام ها آغاز کردن. همراه ما باشید در این برنامه رویدادها میپردازیم به این مسئله اعتصاب عمومی، اما پیش از اون مهمترین اخبار امروز سه‌شنبه رو بررسی میکنیم. اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به قتل حکومتی وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و پژمان فاتحی با قدرت هرچه تمامتر در شهرهای نظیر سنندج، مریوان، بوکان، مهاباد، سرواباد، کامیاران، دهگلان، سقز، بانه، شهرک باران سنندج، شهرک صنعتی سنندج و شهرک حسن آباد سنندج و همینطور روانسر برگزار شد. و اما با وجودی که پیکر 4 زندانی سیاسی اعدام شده به خانواده های آنها تحویل داده نشده بود، مردم کردستان و از جمله مادران دادخواه انقلاب زن زندگی آزادی با حضور در منزل خانواده این 4 نفر با خانواده های آنها اعلام همبستگی کرد. باید اشاره داشت که همزمان با اعتصاب گسترده در کردستان، گزارشات روز سه‌شنبه از اعتصاب غذای بند زنان زندان اوین در اعتراض به اعدام 4 زندانی سیاسی حکایت دارد. همچنین در شهر سمیرام همزمان با مردم کردستان، کسبه و بازاریان در اعتراض به خطر اعدام مهران بهرامیان و فاضل بهرامیان از معترضین انقلاب زن زندگی آزادی دست به اعتصاب عمومی زدند. و اما در دل فضای اعتراضی جامعه و پس از کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در پی حمله نیروهای جمهوری اسلامی صبح روز سه‌شنبه، قیمت دلار به کانال 60,000 تومان وارد شد. اعتصاب عمومی در کردستان در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و پژمان فاتحی از نخستین ساعت صبح روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه با قدرت هرچه تمامتر در بسیاری از شهرهای کردستان و استانهای غربی از جمله سنندج، مریوان، بوکان، مهاباد، سرواباد، کامیاران، دهگلان، سقز، بانه، شهرک بهاران، شهرک صنعتی در سنندج، شهرک حسن آباد و روانسر برگزار شد و با تعطیلی بازار کل این شهرها به تعطیلی کشیده شدند. از شب گذشته در خبرها داشتیم که جمهوری اسلامی از ترس اینکه مراسم خاکسپاری این 4 زندانی سیاسی اعدام شده به صحنه اعتراض سراسری علیه جمهوری اسلامی توسط مردم تبدیل نشه، پیکرهای اونها رو به خانواده‌هاشون تحویل نداده بود. با این وجود صبح امروز سه‌شنبه تعداد زیادی از مردم شهرهای مختلف کردستان به منازل والدین کشته شدگان رفتن و با خانواده‌های اونها اعلام همبستگی کردند. در برنامه امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به وسعت و تأثیرات اعتصاب عمومی امروز و گام‌های بعدی که باید در اکثر نقاط کشور به ویژه در کردستان در اعتراض به این اعدام ها برداشت. به همین منظور دعوت کردیم از نسان نودینیان، دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران. سلام، خوش آمد میگم به شما نسان نودینیان. روز بسیار با شکوهی هست در کل کردستان، علیه اعدام ها بسیج شدن. ارزیابی شما از اعتصاب عمومی امروز چه هست و اون رو حاوی چه پیامی از سوی مردم کردستان هم به جمهوری اسلامی هم به مردم ایران میدونید؟ ضمن سلام به شما و بینندگان گرامی و ضمن تبریک و قدردانی از اعتصاب موافقت‌آمیزی که تو کردستان برگزار شد و همچنین همبستگی با خانواده های جان باخته، 4 جان باخته که دیروز 9 شهریور اعدام شدند، و پیام تسلیت مجدد ما به این عزیزان، باعث عرض کنم که اعتصاب دیروز به نظر من از جنبه‌های از زوایای مختلفی با اعتصابات دیگر نسبتاً متفاوت بود، به این دلیل که
اولین ابتکار که ابتکار نوین و جالبیه به نظر من و تاثیرگذار فراخوان یکی از طرف نهادها و نهادهایی که مدنی هستن، سایت هایی که مدنی هستن و اساساً اخبار کردستان و ایران رو منعکس میکنن، از طرف این نهادها این فراخوان داده شد به احزاب و مردم ایران و کردستان. خود این به نظر من در ارزیابی ها بایستی دیده بشه، برجسته بشه، تعمیم داده بشه، گسترده تر بشه. نقش نهادها، الان نهادهایی که در تلگرام و جاهای دیگر هستند و در آینده به نظر من بایستی اینا به اون نهادها و تشکلهایی که در داخل ایران فعال هستند، مثل اون تشکل 20 نهاد یا تشکل کارگران معلمان، اینا میتونن یه جمع قدرتمندتری و برای فراخوان به اعتصاب سازماندهی بکنن. خود این نمونه ای که امروز ما شاهد بودیم و این اعتصاب موفق و قدرتمندی که در کردستان برگزار شد، نمونه زنده ای از این اقدام که این نهادها از احزاب و مردم را فراخواندن دست به اعتصاب بزنن و اعتصاب و فراخوان بدن. خود این نودینیان، این اعتصاب چه پیامی رو به جمهوری اسلامی داره و چه فراخوانی رو به مردم ایران؟ خب همینه میخواستم در ادامه بگم. خود این اندازه از اتحاد و همبستگی وقتی ایجاد شده، پیام قدرتمندی از طرف مردم و احزاب، احزابی که فراخوان دادند به جمهوری اسلامی، که خشم و تنفر عمیقی از اعدام و خود نظام جمهوری اسلامی دیده میشه، وجود داره و این نشانه اینه که مردم میتونن با اعتصابات و اعتراض جلو اعداما را بگیرن، اعداما را متوقف بکنن و به شکل کاملا اعتراضی لغو اعدام و توقف اعدام ها را به جمهوری اسلامی تحمیل بکنن. همچنان که در انقلاب زن زندگی آزادی سنگر حجاب فتح شد، این اعتصاب و عکس العملی که در کردستان و در زندان ها انجام شد قبل از 9 شهریور، این تمام اینا این پیام میده که مردم آماده هستند و این روحیه و فضای اعتراضی وجود داره برای اینکه جلو اعدام ها را بگیرن. به نظر من خود این اعتصاب این پیام قدرتمند رو نشون داد، چون اعتصاب فقط اعتصاب و خانه نشینی نبود. همچنان که شما اشاره کردی، همزمان با اعتصاب 4 دیدار بسیار بسیار با شکوه در شهرهای کامیاران، دهگلان، بوکان و مهابات با بستگان اتفاقا به همین مسئله میخواستم اشاره بکنم. نسان نودینیان، من در رابطه با همین پرسشی از شما، در علاوه بر اعتصاب، در این 4 نقطه‌ای که شما بهش اشاره کردیم مردم جمع شدن، ویدیوهایی که داره از منازل این 4 زندانی سیاسی به بیرون مخابره میشه واقعا کم نظیر هستن. به طور مثال مادر وفا آذربار رو به دوربین، رو به مردم ایران صحبت میکرد که پیامی رو به جمهوری اسلامی میداد که ما سر خم نخواهیم کرد و بسیار کوبنده بودن این تصاویر. شما چطور میبینید این اتفاقی که امروز حتی با وجودی که نذاشتن خاکسپاری انجام بشه، اجساد رو تحویل ندادن، مردم اینجوری به میدون اومدن، این رو چطور میبینید؟ خب این یه نشانه ای از آمادگی بالای مردم علیه اعدام. حتی اگر جنازه عزیزانشون رو بهشون پس ندادن، در شرایطی که خیلی بیرحمانه و به شکل داعشی پدر و مادر رو برای مدت کوتاهی ملاقات دادن و اینا رو از بستگانشون گرفتن و اینا پیام مقاومت، پیام ایستادگی از زندان این عزیزان به مردم دادن و این اعتراضات و این تجمعاتی که توسط مردم و دیدارهایی که امروز برگزار شد با بستگان این عزیزان، به نظر من این نشانه اون عزم بالا و استواری و مقاومت محکمیه که در کردستان وجود داره و این امروز به دست نیامده. سالیان درازی است این
به اصطلاح سنت اعتراض، اعتصاب، دیدار و همبستگی خانواده های دادخواه و جانباختگان وجود داره. به نظر من امروز و این چهار دیدار تجلی تازه ای از این دستاوردها و دستاوردهای انقلاب زن زندگی آزادی است که کم نبود. بله. در جریان انقلاب زن زندگی آزادی دیدارهای پرشکو و شعف‌انگیز خانواده ها، دادخواهان و جانباختگان. نسان نودینیان میدونم ساعت ها میشه در رابطه با اتفاقاتی که امروز در شهرهای کردستان افتاده صحبت کردم و فرصتمون کوتاه هست، در این یکی دو دقیقه باقی مونده پرسش من از شما این هست که خب جمهوری اسلامی متوقف نمیشه و تا روز آخر سعی میکنه اعدام و جنایت رو رهنمون کار خودش قرار بده. شما علاوه بر اعتصابات و اعتراضاتی که امروز سه‌شنبه شاهد بودیم، فکر میکنید چه اقدامات اعتراضی دیگه ای رو باید در دستور کار قرار داد؟ گام های پیش رو چه هستن چه در کل کشور و به طور مشخص در کردستان؟ به نظر من گام های پیش رو همین حفظ این نوع از فراخوان ها و اتحاد و همبستگی که در میان مردم علیه اعدام و جمهوری اسلامی وجود داره. هم‌اکنون ما شاهد اعتراضات بسیار گسترده کارگران، بازنشستگان هستیم. خب یکی از اون اقداماتی که در این اعتراضات بایستی بشه بلند کردن شعار نه به اعدامه در میان بازنشستگان، در میان کارگران، در میان تجمعات معلمان، دانشجوها. در این شرایط وقتی این قدرت متحد و به حساب آشکوه مردم رو میبینن، به نظرم دانشگاه ها میتونن یه بار دیگر نقش مهمی در مبارزه علیه اعدام و ادامه مسیر و دستاوردهایی که انقلاب زن زندگی آزادی داشت و دانشگاه هم یکی از مراکز مهم این انقلاب و دستاوردها بود، اینا شروع بکنن. ما در کردستان لیست بلند بالایی در سطح سراسری ایران و کردستان متاسفانه از اعدام ها داریم. باید به این فکر بکنیم چه کارزاری میتونه در سطح خارج از ایران و داخل ایران، داخل زندان ها سازماندهی بشه علیه این اعدام ها و بایستی این دستاورد ها و قدرت عظیم رو به کار گرفت برای متوقف کردن اعدام ها. ما میتونیم اعدام ها را متوقف بکنیم، سنگرهاشون فتح بکنیم و جمهوری اسلامی هم به اصطلاح در انزوای کامل قرار بگیره. به این معنی نیست که تا سرنگونی ما نمیتونیم اعدام رو لغو کنیم. به نظر من همچنان که برای سنگسار این اتفاق افتاد، برای اعدام هم با توجه به این قدرت عظیمی که امروز ما شاهد بودیم و در روزهای گذشته و با توجه به این که اتفاق مهمی که افتاد، دیگر مرزی بین زندان و جامعه و داخل ایران و خارج ایران وجود نداره، همه با هم به عنوان یه تن واحد با شعار نه به اعدام به میدان اومدن و ما اینو بایستی به نظر من تعمیم بدیم، بست بدیم تا این حکم شنی دولتی حکومت تبهکار جمهوری اسلامی رو ازش بگیریم، این سنگر رو فتح بکنیم. یکی از اصولاً کاری که ما بایستی بکنیم در راستای سرنگونی حکومت اسلامی توقف اعدام ها و لغو اعدام ها است. این یک گام مهمیه به نظر من. بله، درود بر شما. نسان نودینیان، دبیر کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران. نه به اعدام. حکومت اعدامی رو به زیر خواهیم کشید. این پیامی هست که این روزها ایرانیان در داخل و خارج کشور به اشکال مختلفی دارن اعلام میکنن. مرگ بر حکومت اعدامی. همچنان همراه ما در تلویزیون کانال جدید باشید تا ساعاتی دیگر برمیگردیم به شما با پوشش اخبار مربوط به اعتراضات در کردستان و سایر شهرهای کشور علیه اعدام ها.